درود و درود. گفتم موقع ورزش کردن خوبه یه چیزی دستتون بگیرید. حالا اگر توپ ندارید، حلقه ندارید، کوسن که دارید. این کوسن هم من خیلی دوستش دارم. این یک کار آفریقایی خودم انجامش دادم. باتیک موقعی که آفریقا بودم یاد گرفتم و هنوزم دارم. البته من مربوط میشه به قبل از سال 2020. حالا بهتون بگم وقتی که شما میخواید ورزش کنید، گرفتن یک شی توی دستتون بهتون کمک میکنه که اولا قدرت دستاتون رو بیشتر بکنید. اگر دچار آرتروز هست و داره کمی تنبل میشه، از خواب بیدارش میکنید و بهش قدرت سابقش رو میدید. توی خونتون هر چیزی رو که هر روز مجبورید که جا به جا کنید، سعی کنید که با حالت ورزشی هم بهش بدید. فنجون رو میخواید بلند کنید، قابلمه رو میخواید بلند کنید، سعی کنید که حتی موقعی که خالیه یه خورده باهاش تمرین کنید. این کم کم اگر این انگشتای شما هم تنبل شده باشه، ماهیچه‌های دستتون اینا همه قوی میشید، بهشون یه خورده فرصت بدید دوباره به حالت عادی برمیگرده. وقتی شما یه شیئی رو جلوی دستتون میگیرید، وقتی که حتما یه خورده پاتون رو بیشتر از سرشونتون باز نگه دارید که خوب تعادل داشته باشید، این شی رو حالا من کوسن امروز نگه داشتم، روز دیگه توپ داشتم، یه روز حلقه دارم، ولی همین کوسن رو شما صاف نگه دارید، شکمتون رو بدید تو. همیشه یادتون باشه که شونتون رو بازوتون در یک امتداد قرار بگیرید. حالا اینو اینجوری میچرخونید، وقتی که اینو میچرخونید بهش هم نگاه میکنید، این یه حرکت ورزشی برای چشمتون هم هست. خب صبح وقتی که میخواید بچرخید، اگر بخواید بیشتر از این حد بچرخید، یادتون باشه که حتما باید روی پنجه پا بچرخید تا به کمرتون فشار نیاد. بعد این اینطوری میزنید، خب حالا این سه دو تا، بعد دوباره این سه تا، این چهار تا، این پنج. حالا شما میتونید 10 تا انجام بدید، من فعلا براتون 5 تا انجام بدید. ورزش بعدی که گفتم انجام بدیم، حتما باید نشست و برخاستمون رو انجام بدیم توی ایست. حالا این بالش رو بگیرید بالای سرتون، خودتون رو بکشید، شکمتون رو بدید تو. یک، وقتی صاف میشید خودتون رو بکشید بالا، یک دو سه، حالا به پهلو خم شید، یک دو سه، بشید بکشید خودتون بالا، یک دو سه، یک دو سه، صاف بکشید خودتون رو بکشید بالا، یک دو سه. ببینید یه شی وقتی میگیرید دستتون کمکت میکنه که این فاصله بین دو تا دستتون هم حفظ بشه و ورزشتون رو درست انجام بدید. الان قشنگ این دستم میکشم به طرف بیرون، میام بالا، میکشم خودم بالا و بعد میام بیزم. هر حرکتی رو اگر بتونید تا 10 بار انجام بدید خیلی خوبه. خب روزی 20 بار که میگم نشست و برخاست بکنید، حداقل 10 بارش رو پشت سر هم موقع ورزش صبحتون انجام بدید، 10 دارم توی طول روز انجام بدید. خب این 10 تا ما انجام بدید. حالا همینطور که در پاتون رو باز کردید، یه جلو دستتون میارید، یک ببرید، دو، یک دو، دست رو میبرید عقب ولی کمر رو عقب خم نمی‌کنه. این کار وقتی رو صندلی هم نشستید میتونید انجام بدید. یک دو، وقتی میبرم بالا دستم، میارم دستم بالا، خودم میکشم، میارم جلو، میکشم تا اینجا نگه میدارم. سعی کنید که یه حرکت ورزش رو برای خودتون ثابت کنید، مثلا دستتون رو که اینجا نگه میدارید میگید یک دو سه، بعد آروم بلندش کنید. وقتی که شما این حرکت رو انجام میدید، وقتی دقت کنید با هر حرکتی زانوی شما هم منبسط و منقبض میشه، میگیریدش رو بلش میکنید، یعنی شما دارید ورزش زانوتون هم انجام میدید. حالا نشست و برخاستمون رو به این صورت انجام، یک دو، خودتون بکشید بالا، دست بکشید، سه چهار پنج شش هفت هشت
دارم بلند میشم، وقتی میرم عقب تا اونجا که میتونم خودم میکشم بیرون، حالا بلند که میشم اینو میکشم جلو یا بالا خودم رو میکشم. باید ورزش رو اینطوری انجام بده و در تمام مدت همه اعضای ماهیچه های بدنتون همه حرکت بکنه. باز همین بالش رو دستتون بگیرید، خیلی خوبه بالش رو دستتون بگیرید، خب شکم رو بدید تو، قشنگ صاف وایسید. حالا به این صورت 1 2 3 4 5 6 بیشتر از این قدر نمیچرخید، 6 7 8 بیشتر این اینجاها کشیده میشه، 9 10. خب این از ورزش با کوسن. حتی وقتی میخوایم بخوابیم دراز بکشیم هم میتونیم یه سری ورزش ها رو با کوسن انجام بدیم. حالا کار دیگه که میکنم، ورزش هایی که باز ما با دیوار انجام بدیم. خب برای اینکه اگر زیاد نشستید، کار خونه نمیدونم به چه صورت میکنید یا پشت کامپیوتری روزا زیاد میشینید، بافتری میمانید، خلیتی میکنید، ساز میزنید، به هر حال همیشه مدام این شونای ما به طرف جلو، حالا ما میخواییم به طرف عقب حرکتش بدیم. گاهی اوقات شاید تنبلی رو بیاد که این مدام خود رو میمانید بکنید، الان هم کنیشه کمتون دادید بگید 1 2 بالا شونه ها رو دوبار به طرف جلو، 1 2 به طرف پشت، 1 2 خوب میچرخونید. حالا دستتون رو بزنید به دیوار، صاف بایستید این دست رو بزنید به دیوار که قشنگ فشار میدید، یعنی اگر یعنی که یعنی واقعا دارید به دیوار تکیه دارید. خب حالا چیکار میکنید؟ بچرخ، 1 2 بچرخ بیرون تا کجا میتونید بچرخ بیرون پایتون رو بیدن، 1 2 3 دوباره 1 2 3 باز 1 2 3 ساز بچرخونید. حالا به از بگاهی دست رو کار کنید، دست رو قشنگ بیرون صورت ساز و بچسبید به دیوار. حالا بچرخونید، 1 2 3 ببینید دستی که ضعیف‌تره خودش رو به شما نشون میده که باید روش بیشتر کار کنید. قشنگ در فشار بیارید به دیوار، ببینید که چقدر دستتون ضعیفه. فردا یه خورده آروم‌تر تو تایم بلندتر این حرکت رو انجام بدید تا دستتون قوی شه. وقتی دست رو روی دیوار فشار میدید، قشنگ باید که این انگشتا رو یکی یکی دیوار لمس بکنه و بعد دیوار رو لمس بکنه، همینطور کف دستتون. خب و بعد خودتون بچرخ، 1 2 3 همین حرکت ورزشی کمک میکنه به این که دست شما، مچ شما، پنجه های شما قوی تر بشه. بعد اگر آرتروز هم دارید، انگشتاتون کجه، سعی کنید انگشتا رو کاملا روی دیوار فشار بدید و صافشون. خب حالا دستتون رو بذارید پشت دیگه به این صورت که میگذارید، حالا بذارید به دیوار فشار بدید. سعی کنید دست رو به دیوار فشار بدید، دست رو فشار بدید. خب 1 2 3 4 5 حالا این دست رو فشار بدید، 1 2 3 4 5 فعید دست رو وقتی که میچرخید و به دیوار فشار میدید، میبینید چه تغییری توی با ماهیچه های دستتون و روی عضلات بازو و انگشتاتون ایجاد میکنید. خب کار دیگه که انجام میدید، دستتون رو بذارید به دیوار به این صورت. خب حالا به این صورت قشنگ بکشید، پاتون رو به این صورت به عقب. خب حالا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 قشنگ بکشید. خب یادتون باشه اگه دوشکی ورزشی هست، مواظب باشید که دفعه زیر پاتون لیز نخورید. خب اینا رو توی ورزشتون مواظب باشید. خب حالا کاری که باز انجام بدید، قشنگ به دیوار فشار بدید، بدن روی دست رو صاف نگه دارید. حالا به این صورت 1 به دیوار فشار بدید، دستتون رو صاف نگه دارید، 2 3 1 و
بازوتون خم نشه، آرنج خم نشه. دو سه حالا دو. یک دو سه یک دو سه. تمام مدت سعی کنید که به دیوار فشار بدید و بازوتون رو، آرنجتون رو صاف نگه دارید. حرکت های ورزشی این هفته رو ما روی دیوار انجام میدیم، بیشتر روی دیوار ورزش میکنم، با دیوار حرکت میکنیم و حالا حتی وقتی که نشستم چند تا ورزش رو ما باز با دیوار انجام میدیم. باز به این صورت بخوابید، پاتون رو بچسبید به دیوار به این صورت. خب دو تا دستتون بذارید زمین، حالا بلند شید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. میبینید کف پا بنده هم نوک پنجه. ده بکشید باید. در تمام مدت شونتون روی زمینه و دو تا دستاتون هم کف زمین، دستاتون رو کفشو کف دست رو هم به زمین میچسبید. حالا همینطور که این پا به این صورت به زمین به دیوار چسبیدی توی همین حالتی که هست یه خورده اگر برید جلوتر اشکال نداره، یه ذره که یه زاویه یه تقریبا بین 90-45 براتون تشکیل بده. خب یعنی اینطوری که بخواید باز کنید که اینطوری از 90 بیشتر. حالا میای جلو. یک دو باز بزنیدش بدید. سه چهار پنج. در تمام مدت سعی کنید که شونتون روی زمین باشه، شونتون هم به طرف گودی گردن باشه که ستون فقراتتون رو قشنگ صاف قرار بدید. یک دو سه چهار پنج. یک دو سه چهار پنج. میبینید سعی کنید که شورتون رو قشنگ زمین فشار بدید، حواستون به بدنتون باشه، در شور نکنید بدنتون، دستاتون رو قشنگ بکشید و روی زمین فشار بدید محکم. و بعد یک دو سه چهار پنج. خب مجددا دو تا پا رو بزنید به کف، کف پا رو به زمین فشار بدید، به روی دیوار بذارید فشار بدید. حالا واسه یک دو سه چهار پنج. این چند تا ورزشی بود که با دیوار شما انجام به کمک دیوار. حالا ورزشی که باز برای پا انجام میدید، روی پشت بخوابید، روی زمین بخوابید، دستاتون رو دو طرف زمین قرار بدید، کف دست رو روی زمین فشار بدید. حالا یک دو سه چهار پنج. یک وقتی که میارید بیرون، در میارید قشنگ بکشید، به طرف بیرون بکشید. وقتی میارید بالا تا اونجا که میتونید به طرف بدنتون بکشید. خب سه چهار پنج. حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. سعی میکنم که وقتی شما کف دست رو زمین فشار بدید، شونتون رو هم به تب سعی میکنید که روی زمین قرار بدید و فشار بدید.
حالا به این صورت تو همه جهات مختلف ما پام رو میچرخونیم. پاتون رو میتونید خم کنید اگر صاف کردنش براتون سخته. یک دو سه چهار پنج. حالا پنج رو پشت. یک دو سه چهار پنج. حالا به طرف دیگه خم میشم، دوباره پامو خم میکنم به این صورت، این پا رو میکشم، دستی که اینطوری بگذارید بدنتون رو صاف نگه داشتید. یک دو سه چهار پنج. حالا برید عقب. یک دو سه چهار پنج. حالا روی شکم بخوابید، پا رو بلند کنید به این سیر. یک دو سه چهار پنج. ببینید وقتی میخوام بلند کنم میکشمش بیرون میارم بالا. 5 6 7 8 9 10. ورزش رو باید قشنگ بکشید، حواستون هم به ورزشتون باشه. حالا 1 2 3 4 5. حالا 1 2 3 4 5. اگر که میتونید این ورزش کشش، این ورزش تعادل رو هم به این صورت انجام بدید، پاتون رو خوب بکشید و این دست رو هم بگیرید. ببینید تا چند تا شماره میتونید نگه دارید به شرط اینکه نیفتید. اگر فکر میکنید میفتید تعادلتون رو از دست میدید، این کار رو نکنید، یه دفعه صدمه ای به دستتون نخورید. خب یا میتونید اگر این کار رو نمیتونید بکنید روی آرنج باشید و به این صورت خودتون رو قرار بدید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حرکت نهایی ورزش طراحی کنید، هر حرکتی که بهتون لذت میده و میتونید اون توی اون حالت مدتی بمونید. حالا اگر میتونید این حالت رو انجام بدید، هر کاری که میکنید، کار دیگه ای که میتونید بکنید اینه که وقتی که ورزشتون رو تموم میکنید، من میخواید یه تموم شده نمیخواید ورزش کنید، قشنگ یه خودتون رو به دیوار بچسبونید، پاتون رو برگردونید و به این صورت برای 20 دقیقه بمونید که ورزشتون مثلا 10 دقیقه تا یه رو ورزش بکنید، 20 دقیقه توی همین حالت بمونید که توی این حالت هم صورتتون رو ورزش میدید، میکشید به طرف بالا و همین که یکی یک بند بند انگشتتون رو ورزش میدید و اینا رو یکی یکیش رو صاف کنید، هر جوری که کج شده تو جهت مختلفش صافش کنید، دستاتون رو ماساژ بدید، دو تا دست رو ماساژ بدید، انگشتای پا رو ماساژ بدید و بعد هر انگشت پایی که ماساژ میدید انگشتتون بره دو تا انگشت پا بچرخونید و بیاید برای انگشت بعدی مچ پا رو ماساژ بدید، بچرخونید، ماساژ ساق پاتون رو انجام بدید و بعد همین کار رو هم
برای این پا انجام بدید و به مدت 20 دقیقه توی این حالت بمونید و یک ورزش کامل روزتون رو انجام دادید. روزتون خوش، سالم پیر شید، سالم باشید، مواظب خودتون باشید تا فردا.